د هیواد د نورو علمي دینی او عصري مراجعو منابعو مراکزو استادانو مسؤلینو لیکوالو ادیبانو او د رسنیو استادو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو حضارو، په دې کې شک نسته چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل هیواد سیمې او امت د مشاهیرو اسلافو د هغو د یادو بود د هغو د لمانځلو د هغو د شخصیت پیژندنې د هغوی د علمي خدماتو د لمانځنې هوډ لري د هغو ته تابعا لري چې نننۍ دغه علمي سیمینار یې یوه ښه بېلګه ګڼلی شو. په دغه برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره چې د علوم اکاډمیو عالی تحصیلاتو کابل پوهنتون او نورو مربوطه وزارتونو استازو استازانو اکاډمیکو غړو کومې مرستې همکاری کړي دي له هغو ټولو څخه مننه کوم. ورونو، ابو ریحان البیرونی کله یوې خوا نه موږ ورته ګورو، خو یو شخصیت و، یو علمي شخصیت و، تیر سوی و د افغانستان په ځمکه، د افغانستان له سلاطینو سره و، د افغانستان له فاتحینو سره و. په افغانستان کې او چیرته چې دی تولد یې سوی و په هغه سرزمین کې، او بیا د افغانستان له سلاطینو سره چې د هند کومو سیمې او ځمکې ته تللی و، د ده خدمات که موږ او تاسې راڅېړو نو واقعاً چې دا یو هغه څوک ده، هغه شخصیت ده چې له دې سره نه یوازې افغانستان تړلی ده، بلکې له دې سره سیمه تړلې ده، له دې سره امت تړلی ده، او له دې سره په یو حساب باندې دنیا تړلې ده. ځکه دا یوازې دینی عالم نه و، دا یو فیلسوف و، دا یو حکیم و، دا یې د طبعي علومو، د دینی علومو، د تاریخ، د دغه ټولو او د رسومو چې ده ته په تلاش کړی په دا خپل عمر او په خپل ژوند کې، نو له ده سره نه یوازې اسلامي امت، نه یوازې افغانستان او سیمه، بلکې دنیا ورسره تړل کیږي. په اوسني وخت کې چې کوم استفاده د ابو ریحان البیرونی له اثارو د ده له خدماتو څخه کیږي، هغه جهانی ده، هغه نړیوال ده. نو ځکه موږ که نن دلته راټول سوي یو، دا یوازې ابو ریحان البیرونی د افغانستان له نمایندانو، له مشاهیرو او له علماو، له حکیمانو څخه نه ده، بلکې دا د امت یو ځلانده ستوری ده، بلکې ده ټول جهان ته رڼایي او بینایي ورکړې ده. نو په دې باندې ارزي چې دغسې سیمینارونه د دغسې شخصیتونو په اړه باندې موږ او تاسې جوړ کړو، په هغه کې برخه واخلو، او بیا خوشبختانه دلته چې کوم استادان ستړیا یې ګاللې وه، د اکاډمۍ علومو، د کابل پوهنتون، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، چې څومره مقالې په دې اړه باندې ترتیب سوي دي، لله الحمد، هغه مخکې له دې نه چې سیمینار تدویر شي، د هغه مقالو هغه غورچاڼ هغه کتاب هم الحمدلله چاپ سوی ده، چې دا هم یو بهترینه بریا او د یو کامیاب سیمینار یوه نښه بلل کیږي. ورونو، د موږ او تاسې په دغه خپلو مشاهیرو باندې باید وویاړو. د موږ او تاسې نوی نسل ته باید دا موږ او تاسې ور وپېژنو. اوس د موږ او تاسې که مشاهیر دي، که د موږ او تاسې سلاطین دي، نو هغه د موږ او تاسې نوی نسل یې نه پېژني. د موږ او تاسې نوی نسل هغه څه پېژني متاسفانه چې هغه په فیسبوک، په ټویټر یا په مجازي نړۍ کې چې کوم چا
هغه خپل لور سپیکرونه ورته متوجه کړی دي او هماغه پیژني هماغه وجه دوی په ذهن او فکر کې اتلان دي. څو وخت مخکې په دغه نږدې شپو ورځو کې په هندوستان کې یو مالدارترین یو څوک ده، نو د هغوی د خوښۍ مراسمو د زوی نو ما چې د دغه زاویې ته د دوی کتل د نړۍ ډیر مشهور مشهور خلک دوی بیلې چې پلانکی نومان هم د دو په واده کې برخه واخیسته، پلانکی هم په هغه کې برخه واخیسته، پلانکی هم په هغه کې برخه واخیسته. نو تاسې باور وکړئ چې چا په کې برخه اخیستې ده، نو هغه چې تاسې ورته ګورئ نو یا به په موسیقي کې دغه نوماندو، یا به چیرته په یو بل هغه عصري مسایلو کې چې هغه د جامع او د ټولنې هېڅ په درد باندې نه. نو موږ او تاسې باید خپل نسل، خپلو ځوانانو، خپل ولس ته د دغسې مشاهیرو په ورپېژندلو کې باید د موږ او تاسې لیکوال، د موږ او تاسې شاعران، د موږ او تاسې ادیبان دا باید وروپېژني او خپل فرهنګ او خپل ارزښتونه له هغه مزخرفاتو، له هغه فضلجاتو چې دا اوس د موږ او تاسې دښمنان دا هغه اوس لاسپیکرونه یې نیولي دي، او د موږ او تاسې د ځوانانو، د موږ او تاسې د خلکو ذهنونو د ورپېشکاري کې د هغې باید موږ او تاسې مخنیوی وکړو. زه په مختصر ډول هغه پیام چې د دې مجلس په اړه باندې تدور جوړ شوی ده هغه به زه تاسې ته ولولم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل از همه عرض احترام و خوش آمدید دارم به محضر همه شما دانشمندان، علمای کرام، خبرگان، اندیشمندان، محققان، استادان، بزرگوار و مسئولین معزز امارت اسلامی افغانستان که در اینجا تشریف آوردن تا از شخصیت دانشور و حکیم سرزمین ما ابریحان البیرونی بزرگداشت نماید. بنده خود را خوشبخت می دانم که در حضور شما فریختگان هستم و جا دارد از همه دست اندرکاران این برنامه باشکوه اعم از کمیسون برگزاری سیمینار ابو ریحان البیرونی، کمیسون علمی سیمینار و دانشمندان عزیز ما امتنان نماین که این برنامه مدیون زحمات و تلاش های شبان روزی و جان پیشانی های خلاقانه و هنرمندانه ایشان می باشد. دوستان محترم، امروز که ما اینجا داریم صحبت می کنیم و در محور برنامه تحت عنوان بزرگداشت جایگاه علمی ابو ریحان البیرونی در گستره فرهنگ و تمدن اسلامی از خدمات و زحمات عالمانه و موی شگافانه شخصیت نامدار و محقق توانای مشرق زمین ابو ریحان البیرونی گرده هم آمدیم. این که البیرونی کی بود، چی کرد و چی گونه زندگی نمود، همه این سوالات را شما به صورت همه جانبه مطمئنن بررسی میکنید و ما اینجا هستیم تا از شما بشنویم، اما اجازه بفرمایید تا من هم به سهم خویش اندکی به زاویه فکری این نابغه بزرگ تاریخ سرزمین ایمان اشاره نمایم. وفیا امی این دانشمند بزرگوار را در چند نکته خلاصه نمایم. وقتی ما به جایگاه علمی ابو ریحان البیرونی در گستره تاریخ و فرهنگ اسلامی می پردازیم، به وضوح معلوم می شود که تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی و تاریخ اسلامی در طول حیات خود ظرفیت به وجود آوردن شخصیت‌های چون البیرونی را دارد. البیرونی که امروز اثرش در شرق و غرب جهان در بزرگترین پایگاه‌های علمی و مراکز تحقیقاتی بررسی می شود و از او به عنوان یک شخصیت نابغه و اندیشمند پویا و قلم به دست خدا پرست ستایش می شود، جهانیان امروز دریافتند که بار دیگر در سیر زندگی و آثارش مطالعه کند و راز و رمز موفقیت‌های علمی او را دریابند و سالانه در کشورهای مختلف در مراکز بزرگ تحقیقاتی و
وفهنتونها بدين مناسبات برنامها گرفته می شود و در برایند آن کتابها مجلها و اثار علمی تفسیر و توضیح اثار بیرونی را با دسترش کافه بشریت قرار می دهد. با باور بنده البیرونی سی پیام دارد. در نخست پیام البیرونی متوجه دانشمندان و محققان و اهل ادب و هنر است که درست با الگو گیری از البیرونی در کار خویش با صداقت، ایمانداری و با تلاش و بیداکاری در مسیر تولید علم و تحقیق و کشف پدیده های علمی مستند و همگام با تجربه حرکت نموده جامعه خویش را به اوج ترقی و کمال رهنمایی کند. دوم پیام البیرونی متوجه نسل نو و جوانان ماست که در مقاطع مختلف علمی مصروف تعلیم و تدریس حضور دارند و سعی می دارند با استفاده از مرور افکار بیگانه از دیگران برای ما قهرمان سازی کنند. امروز جوانان ما با الگوگیری از قهرمانان فیلم های مزخرف سعی می کند از طرز لباس، حرکات و افکار آنها تقلید کنند، در حالی که باید البیرونی و البیرونی ها باید الگوی آنها باشد و با استفاده از تجارب این تاریخ با هماهنگی برای رشد شخصیت های علمی و دانش اندوزی و مسیریابی استفاده برند. سوم، پیام البیرونی برای همه ماست که جامعه ما و هستی ما و تاریخ ما و نیازمندی البیرونی هاست و باید همه دست به دست هم داده در تربیت پرزندان ایمان فداکاری نمایم تا صدها البیرونی بتوانند مسیر و خط فکری و میراثای علمی این شخصیت را به زمین نگذاشته بر تاریک علمی جهان بدرخشند. معاونت امور فرهنگ و هنر به رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ خود را مسئول می دانند که در این زمینه با تمام نهادها تشریک مساعی به خرج داده و خط فکری و میراث علمی ابو ریحان البیرونی را در تمام زمینه ها پخش و نشر نموده و در امر نهادی نسازی آن از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیم. در پایان یک بار دیگر از همه شما تشکر و قدردانی میکنیم و به همه شما از الله متعال برکت و خیر و صحتمندی ارزو داریم. با احترام و ما ذلک علی الله بعزیز. تاسی لتوجه شخه یو جهان منن.